رابطه ای ایران و آلمان رو میخوایم ببینیم در طول جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول اول قرن بیستم جنگی هم هست بین آلمان و انگلیس آلمان و انگلیس هر کدوم در اروپا متحدانی دارن منتها خب این جنگ جهانی دیگه جنگی که به منطقه ما هم کشیده میشه روی غرب آسیا روی ایران هم اثرات ماندگاری داره یه قصش اینه که آلمان دوست داره بتونه در جنگ از ایران هم کمک بگیره به خاطر اینکه ایران همسایه دو دشمن آلمان در جنگ آلمان داره با روسیه و انگلیسی میجنگه که روسیه از شمال و انگلیس از جنوب یعنی از شرق در واقع از هند همسایه ایران هستن و آلمان در قرن‌های قبلش مخصوصا در قرن 19 تونسته یه رابطه نسبی ای با ایران ایران قاجاری برقرار بکنه اتحاد قوی نیست رابطه گسترده هم نیست ولی رابطه که اولا روشونه یه رابطه ای فرهنگی چند قرنه ای سوار شده بعدش هم الان یه رابطه تجاری کمی کوچیکی رابطه دیپلماتیک ضعیفی و از اون مهمتر یه همدلی بین ملت ها وجود داره یعنی یه زمینه هایی هست که آلمان ها بتونن روش حساب کنن حالا میخوایم تو این ویدیو وضع رابطه ایران و آلمان رو ببینیم در جنگ جهانی اول رابطه عجیبی هم هست چون ما اولا فکر میکنیم جنگ جهانی اول تو ایران اتفاقی نیفتاد یعنی من اینطوری فکر میکنم فکر میکنم جنگ جهانی اول خب عمدتا در اروپا بود حالا میگن در جبهه غرب خبری نبود ولی جنگ تو جبهه غرب بود اصلش دیگه در ایران هم اگه خبری بود چیز قحتی رو شنیدم که قحتی بود و خیلی‌ها کشته شدن و اینها ولی ماجرا خیلی بیشتر از ایناست رابطه‌ای که توش کودتا هست توش دولت موقت تشکیل میشه در ایران توش انتقال پایتخت هست توش اشغال ایران هست و کلی اسم آشنا و ناآشنای دیگه میخوایم بریم یه خورده وقت بذاریم ببینیم داستان ایران و آلمان در جنگ جهانی اول چی؟ داستان خود جنگ جهانی اول چیه؟ قدرت تازه یعنی آلمان داره با قدرت قدیمی یعنی انگلیس دعوا میکنه میگه جا بدید ما هم بشینیم سر میز ما نبودیم شما بزرگ شدیم ما آلمان نبودیم کشور دولت آلمان کشور آلمان نداشتیم الان ما اومدیم پر جمعیت هستیم صنعتی هستیم تو رشدیم جا ولی نداریم یه خورده جا واس کنین ما بشینیم این حال آلمان اول قرن بیستم در آستانه جنگ بزرگ در ایران احمد شاه داره حکومت میکنه کسی که حالا بعدا میشه آخرین پادشاه قاجار یعنی مشروطه شده و مجلسی هم هست و همون سال شروع جنگ احمد شاه تاجگذاری رسمی میکنه کشور آشفته است حکومت ضعیف ملت مریضن فقیرن و وضع خیلی خیلی اسفناکی داره ایران مورگان شوستر آمریکایی آمده بود ایران خزانه کل شده بود یه مدتی که سر و سامانی به وضع مالیه بده در ایران بعد یک کتابی ایشون نوشت این آخرش با فشار روسا و وضعیتی که انگلیس در ایران ایجاد کردن مجبور شد بره از ایران رفت خیلی نتونست کاری از پیش ببره یک کتابی نوشت یه اسم خیلی گویایی گذاشت روی این وضعیت اسم کتابش هم همون اسم تلخ و گویایی اختناق ایران استرنگلینگ اف پرشیا پرشیا میگفتن به ایران اون موقع دیگه ایران نمیگفتن یعنی خفه کردن یعنی گردن یکی رو بگیری با دست فشار بدی توصیفش از وضعیت این بود روسیه انقدر فشار میاره روسیه تزاری هم هست اون موقع هنوز انقلاب اکتبر اتفاق نیفتاده انقدر فشار میاره روسیه برای انحلال مجلس فشار میاره برای سرکوب خیزش های مردمی فشار میاره برای دخالت های مکرر نظامی و سیاسی که داره میکنه فشار میاره یه جوریه واقعا حالا این فشار روسیه است فشار انگلیس هم هست و یه جوریه که آدم تاریخ اون رو میخونه سوالش این میشه که چطوری این کشور اصلا تونست دوام بیاره چطوری تونست یک پارچه بمونه حاکمیتش خیلی 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 ضعیف شد ولی از بین نرفت انقدر ضعیف حکومت دیگه 1907 یه بخشی از ایران رو روسیه برمیداره یه بخشی رو انگلیس برمیداره اینا یعنی میگن این حوزه نفوذ ماست که دیگه با هم زیادی درگیر نباشن اینجا هر کی بتونه راحت در صلح و صفا کار خودش رو بکنه قرارداد 1907 یه بخشی رو در مرکز ایران میذاره برای ایران که البته اونم بعدا یواشکی بین خودشون قسمت میکنن بدون اینکه به ایران بگن بقیهش رو بین خودشون حوزه نفوذ خودشون جدا میکنن بعدا هر کسی ارتش خودش هم اونجا درست میکنه قزاقا در شمال درست میشن و تفنگداران جنوب در جنوب درست میشن و روسیه و انگلیس در ایران ارتش دارن ایران ارتش نداره تبعا وطن دوستان ایرانی ملی گرایان ایرانی آدم ایرانی ناراحتن از این وضعیت و دنبال چاره ای هستن یه چیزی که امید و نوید چاره بهشون میده ظهور یک قدرت جدید در اروپا قدرتی که حالا یک نزدیکی فرهنگی و تاریخی هم با ملت ایران داره و اول قرن بیستم در ایران حضور هم داره فرهنگی هست صنعتی هم حالا همون مقداری که در ایران چیزی شبیه صنعت وجود داره هست آلمان ها آمدن هنرستان صنعتی درست کردن یه مدرسه درست کردن زبانش آلمانی و فارسی معلماش ایرانی و آلمانی هن. چهار سال از افتتاحش نگذشته 250 تا شاگرد داره مدرسه که قرار تکنسین تربیت کنه کارش آموزش تکنسین مهندس قرار نیست بسازه آلمان ها اون موقع برنامهشون تصورشون این بود که برای صنعت ایران تکنسین لازمه کسی که بتونه با ابزار کار کنه آچار دستش بگیره آدم فنی لازمه که یه خود شبیه مسیری هم هست که آلمان خودشون طی کردن توی بخش زیادی از جامعه آلمان برای صنعتی شدن و من یکی از کنجکاوی های فکری اینه که مثلا اگر ایران مسیر آموزش ایران اون مسیر رو رفته بود چقدر جامعه جامعه متفاوتی می اگر نظام آموزشی بر ایران بر مبنای تکنسیان سازی ساختن گسترش پیدا می کرد به جای مثلا مهندس ساختن یا فارغ و تحصیل علوم انسانی علوم تجربی بگذاریم این, این حضور آلمان اون موقع هست و این یه امیدی میده به گروهی از ایرانی حداقل که این آلمان قدرتمنده این آلمان قویه و دولت استعماری هم نیست سابقه استعماری هم نداره یه همدلی یه طرفداری یه حمایتی میتونه در یک بخشی از ایرانیات برای آلمان به وجود بیاد این موزه رسمی دولت ایران نیست جنگ هم که شروع میشه موضع رسمی دولت ایران بیطرفیه حالا ما الان تاریخ رو که میخونیم چه در این زمان چه زمان جنگ جهانی دوم میگیم ایران رفت طرف آلمان ولی موضع رسمی دولت ایران بیطرفیه موضع رسمی بیطرفیه ولی مثلا میدونیم وقتی در 1914 1914 همون سال شروع جنگ مجلس سوم درست میشه از هر سه تا نماینده یکیشون عضو حزب دموکرات که طرفدار آلمانا هستن ولی به هر حال دولت ایران اعلام بیطرفی میکنه در شرایط آشفته ای هم اعلام بیطرفی میکنه قبل از اینکه اعلام رسمی بکنن سفیرای عثمانی و روسیه و انگلیس و اینا رو صدا میکنن بهشون میگن ما یه همچین تصمیمی داریم قبل از اینی که اصلا عثمانی و روسیه به هم اعلام جنگ کرده باشن میدونیم نهایتا عثمانی هم پیمان با آلمان وارد جنگ میشه در مقابل روسیه و انگلیس و فرانسه قبل از اینکه ولی اینها بیان توی جنگ حالا ما داستان اینا که چطوری وارد جنگ شدن و جنگ چطوری شد و آرایش اروپا چی بود و اینا رو چندین ویدیو تعریف کردیم پلیلیست جنگ جهانی اول داریم اونها رو میتونید ببینید کاملش هم میکنیم هی میخوایم جالبتر میشه قصه چون تازه داریم به ایران میرسیم به جبهه غرب آسیا میرسیم ایران ولی خلاصه تحلیلش اینه که درسته که عثمانی نیامده تو جنگ ولی میاد تو جنگ به نفع آلمان هم میاد تو جنگ یک ماه قبل از اعلام موضع رسمی مصطفی الممالک صدر ایران نخست وزیر ایران سفیر عثمانی رو صدا میکنه بهش میگه که ما میخوایم اعلام بیطرفی بکنیم شما نیرو توی مرز ایران نیارید ما توی این جنگ نیستی اونم میگه ما متوجهم شما چی میگیم میخواین بیطرف باشین و اینا ولی شما همین الان نیرو تو خاکتون هست شما اگر میخواید ما نیایم باید روسیه رو بگید که نیروهاش از آذربایجان ببره بیرون حرف بیراهی هم نیست به خاطر اینکه همون موقع نیروهای روسیه نه تنها و ایران رو اشغال کردن مالیات هم دارن میگیرن میذارن جیبشون عثمانی هم میگه که تا وقتی که نیروی نظامی روسیه در خاک ایرانه اصلا بیطرفی شما معنی نداره برای ما این وضعیت وضعیت تهدید حواستمون هم باشه این درست جنگ جهانیه و تو اروپا شروع شده و اصل دعوا چیز دیگری و اینا ولی بقیه ای که وارد جنگ شدن هر کدوم داستان خودشون و گرفتاری خودشونو دارن برای روسیه و عثمانی این ادامه جنگهای دیگرشونه از جمله سر قرب ایران که هر دو بهش چشم دارن بر همین به این راحتی عثمانی نمیپذیره که شما اعلام بیطرفی کردید ما هم نیایم تو یک ماه بعد احمد شاه رسما بیطرفی ایران رو اعلام میکنه سه روز بعدش هم روسیه به عثمانی اعلام جنگ میکنه عثمانی هم میگه اول روسیه بره بیرون بعد ما بریم بیرون روسا سه ساله که نیرو آوردن سه سال قبل از جنگ روس ها نیرو آوردن در شمال ایران روسیه میگه که با برای اینکه بریم بیرون اولا که ایران باید بیطرفی دوستانه اعلام بکنه بیطرفی متمایل اعلام بکنه بعدش هم اینکه ما این آذربایجان رو همچنان مالیاتش رو میخوایم بگیریم چون که این جنگ ممکنه بالاخره خساراتی داشته باشه و این حرفها ما باید بتونیم که اینا رو مورد توجه قرار بدیم نیروی نظامیمونم میبریم بیرون ولی بعد از جنگ وقتی که اینجا نظم واقعی برقرار شد که همه این حرفا یعنی بیطرفی کشک ما بیطرفی شما رو به رسمیت نمیشناسیم باز دوباره نخست وزیر ایران صدا میکنه مصطفی ممالک سفیر روسیه رو سفیر بریتانیا رو میگه آقا اینطوری نمیشه من تمنا میکنم خواهش میکنم شما برید بیرون سفیر بریتانیا هم به سفیر روسیه میگه بلاغ ما باید احترام بذاریم نیروی نظامی نباید بیاریم توی خاک ایران و اینا ولی باز روسیه میگه نه ما بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره ریز این حرفا تو اسناد وزارت خارجه هست چند سال بعد از جنگ منتشر شده میتونید ببینید میگه بر همین ما الان نمیریم میریم ولی بعد از جنگ میریم هی خلاصه اینا سوسه میان که بیرون نرن واقعا هم عجیب می بود اگر ایران میتونست اینا رو از خاک کشور بیرون کنه در حالی که عملا هفت سال رسما تقسیم کردن کشور رو مملکتم نه ارتشی داره نه پولی داره نه اقتداری نه هیچ واسه چی هستن یارو باید بره بیرون حالا داستانی که ما مخم بگیم داستان ایران و آلمانه ولی به هر حال اینا یه پای جنگن بدون گفتن هیچی از اینا نمیشه قصه رو گفت مخصوصا که روسیه و اسپانی دوتایی هستن که خیلی مخالف طرفی ایران هستن اینی که اونام هم همش پاشون توی قصه میاد در چنین وضعیتی ایران اعلام بیطرفی میکنه کار خوبی میکنه یا کار بدی میکنه این به نظر من یه بحث خیلی خوب و آموزنده میتونه باشه کار من نیست من من اونقدری نمیتونم اصلا کار تخصصم هم نیست که تو یه همچین بحثی بخوام الان مشارکت بکنم ولی بحث خوبیه که دنبال کردنش به نظرم جالبه که این موزه خوبی بود یا نه میشد با همون امکانات و در همون شرایط کار بهتری هم کرد امروز این بحث ها بحث خوبیه به نظرم همون روز هم بحث بوده یعنی بین بهار و بین سیدزیا که هر کدوم سرمقاله می در روزنامه خودشون بحث میکردن درباره این موضوع بهار دفاع میکرد از سیاست رسمی میگفت ما توانمون دیگه همین بود سدزیا میگفت نه ما میتونستیم بهتر مذاکره کنیم با روس دیپلماسی ما ضعیف بوده بعدتر هم در بحث های سر اعتبارنامه وکلای مجلس چهارم این بحث مطرح میشد که آیا موضوع ایران موضوع درستی بود یا نبود من فکر میکنم هنوز باید بحث و گفتگو بشه چون با این گفتگو هاست که میشه یاد گرفت امروز هم بعضیا فکر میکنن که اون موزه موزه خردمندانهای بوده با توجه به همه امکانات و شرایط بعضیا میگن نه بیطرفی اصلا معنی نداره تو اون شرایط اعلام بیطرفی آلمان یعنی عملا بستن با آلمان ها و این اشتباهه به خاطر اینکه این نشون این دهنده اینه که ملی ایران درک نادرست و آرمان ای از شرایط داشتن نمیفهمیدند دنیا واقعیت دنیا چیه و فکر میکردن که میشه جلوی روس و انگلیس وایساد من حالا فکر میکنم گذشته از اینکه موضع درست چی بوده مسئله اینی که همین بیطرفی رو آیا میشده به شکل کم آسیب تری برای ایران پیاده کرد یا نه یعنی کار دیگه اصلا میشد کرد یا نه فرض که دولت ایران میخواست متحد انگلیس بشه اصلا میشد با اون جو نفرتی که در ایران علیه بریتانیا و روسیه بود با اون سابقه ای که اینا داشتن همون موقع بودن میشد همچین کاری کرد حالا برفرض که میشد انگلیس میخواست که ایران بیاد توی جنگ اصلا ایران با چی بیاد توی جنگ وارد بشه چیکار کنه کشوری که نه ارتش داره نه پول داره نه راه داره نه راه آهن داره یا از اون طرف متحد شدن با آلمان حالا بجز اینکه که الان با خرد پسنگر تاریخی میدونیم که اشتباه بود و آلمان بازنده جنگ بود و اینا همون موقع آیا این تصمیم درستی بود معلوم نیست که چی گیر ایران می آمد در چنین اتحادی در همه اسنادی که ما از مذاکرات ایران با آلمان میبینیم برای اینکه مثلا بیایم با ما متحد بشین و اینا اینه که ایران پول میخواد از آلمان مهمات نظامی میخواد میگه ما این چیزا رو میخوایم که بیایم تو جنگ چون چیزی نداریم ما چیزی برای جنگیدن نه ابزار داریم نه تجهیزات داریم نه نیروی نظامی داریم نه راه داریم نه راه آهن داریم نه وسایل داریم آدم منتقل کنیم نه وسایل انتقال پیام و تلگراف داریم درست حسابی یک ژاندارمری کمجون کم بنیه و استعدادی داره ایران که حالا اتفاقا میبینیم متمایل به آلمان هم هست در بیشتر صحنه هایی که ایران میاد در میانه جنگ جهانی اول همین ژاندارمری داره تلاشش رو میکنه که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیره و واقعا به جز یه سری پیروزی کوتاه و کم دوام چیزی به دست نمیاره به جز این تو ایران کی اسلحه داره به جز ژاندارمری؟ اشایر ایران اسلحه دارن که اونا هم اتفاقا حالا یا نزدیک هستن به آلمان ها یا نزدیک میشن به آلمان و اونا هم کم داستان نداره اصلا بذار یه خورده درباره اشایر ایران صحبت بکنیم ما یه تصویری داریم از اشایر اینم یه خورده ای به نظرم از این چیزاست که خیلی جای اصلاح داره ما داریم درباره اوایل قرن بیستم در ایران صحبت میکنیم سال 1900 و کم ایرانی که اول اینکه داستان ایران و اشایر قبل از رضا شاه و بعد از رضا شاه دو تا داستان متفاوته ایران قبل از رضا و بعد از رضا با همین عینکه اینکه این اشایر نقششون در ایران چی بود اصلا انگار دوتا تا, دو تا ساختار کشور و جامعه متفاوت داریم صحبت میکنیم زمان قبل از زمان همین جنگ جهانی اول که داریم حرفشو میزنیم ایران قدرت مرکزی قدرتمندی نداره یک سوم تا یک چهارم جمعیتش هم اشایرن اشایر صد سال پیش تصورشون درکشون از مفهوم کشور و ملت و تمامیت ارزی و اینها متفاوته از اون درکی که مای شهرنشین قرن بیست کمی در ذهنمون داریم یا مای روستانشین قرن بیست و تو ذهنمون داریم اینا دوتا تا دنیای متفاوته اشایر ایل و قبیله و طایفه خودشون رو میشناختن زمین ییلاق و قشلاقشون سرزمینشون بود جاده های ایران هم عملا قروق اشایر بود سلاح داشتن اهل نبرد هم بودن یه گروهی از اشایر بودن که نزدیک بودن به, آر... به آرمان های مشروطه یکی از ناجی های نظام مشروطه همینا بودن که کمک کردن مشروطه خواهان برگردن به تهران مجلس را بندازن ولی این نباید باعث بشه ما فکر کنیم همه اشایر نیروی مشروطه خواه بودن دموکراسی خواه بودن اصلا همه اشایر هیچی نبودن درباره یک توده کلی حرف نمیزنیم درباره آدمهایی قبیلههایی حرف میزنیم ایلهایی حرف میزنیم که بخش قابل توجهیشون در دقیقه ناسیونالیستی نداشتن همونطوری که احتمالا بخش قابل توجهی از مردم هم نداشتن منتها اشایر چرا مهم بودن؟ چون اینا اسلحه داشتن و جنگیدن هم بلد بودن جنگیدن بلد بودن ولی جنگ اشایری بلد بودن دیگه جنگیدن جنگ اشایری یه جنگه با نیروی نظامی مجهز کلاسیکی مثل ارتش مثلا انگلیس جنگیدن یه جنگ دیگه است اشایر در زمین های خودشون دست بالا داشتن ولی توپ جنگی که نداشتن که تفنگی داشتن و فشنگ هایی یعنی چی این حرف یعنی اینکه فارغ از اینکه ایران بیطرف شد یا با طرف شد یا متحد آلمان شد کشوری که اسلحه داراش اون جاندارمری کمبونیه و این نیروی اشایر غیر متشکل هستن نمیشه انتظار داشت ازش که بیاد مثلا جلوی ارتش منظم و مجهز بریتانیا و روسیه مقاومت خاصی بکنه بتونه کرس جنگ رو عوض بکنه اینجا اینو ما الان میدونیم و ممکنه اصلا برامون بدیهی باشه فکر کنیم برای چی این حرف گفتن نداره ولی اون موقع حرف بدیهی نبود برای آلمانا که اصلا بدیهی نبود آلمانا وقتی داشتن برنامه میریختن که در ایران یه حرکتایی بکنن حساب جدی باز میکردن رو نیروی اشایر تصورشون این بود که به تجهیز این نیرو با تجهیز این نیرو میتونن جلوی ارتش روسیه و انگلیس رو اینجا بگیرن شاید چون با ذهنیت قبل از جنگ بهش فکر میکردن ما ام, گفتیم جنگ اول مدل جنگیدن رو عوض کرد واقعا شاید به این خاطر که حواسشون به مدل جنگیدن نبود که عوض میشه اوناییشون که حداقل برای این قسمت جنگ فکر میکردن و برنامه می ریختن شاید هم شناخت از منطقه و اشایر و ها واقعا ضعیف بوده توشون این که میگیم جنگ عوض شد از اون حرفایی که تو نمای بزرگ و حرفای کلی و اینا میشنویم و رد میشیم ولی وقتی داریم قصه ریز میبینیم و میشنویم دقیقتر میشه فهمید یعنی چی ببین قبل از جنگ جهانی اول جنگ اینطوری بود که سپاه مقابل همدیگه قرار میگرفتن و همدیگه رو میزدن ولی یکی میرفت رو تپه یکی میمون تو دره یکی از پشت کوه میزد بیرون تاکتیکا در این حد بود و این جنگی که خب اشایرم شاید توش بتونن خوب کار بکنن اما جنگ جهانی اول جنگ ماشین ها بود یا جنگ ماشین ها شد خیلی زود سرعت جابجایی توش زیاد بود چون سرباز و مهمات رو میشد با ماشین جابجا کرد با ماشین یا کشتی که نفت میسوزونه به نفت میرسید سرعت جنگ بالا بود سرعت جابجایی بالا بود بریتانیا و شروع کرد 800 تا ماشین داشت آخر جنگ هزار دستگاه ماشین داشت اول جنگ 15 تا دونه موتور داشتن آخر جنگ 34 هزار تا بگذاریم حالا از هواپیما و, و تانک و تو چنین جنگی که توش یه همچین جهش تکنولوژی اتفاق میفته معلوم اون دارانی هم که در ایران هستن کاری نمیتونن از پیش ببرن جامعه ای که اصلا صنعتی نشده زیر ساخت صنعتی رو نداره چقدر میتونی ازش انتظار مشارکت فعال در این جنگ داشته باشی و واقعا هم همین میشه ایران مشارکت فعالی در جنگ نمیکنه منتها بدون مشارکت فعال هم در جنگ میشه بود همونطور که ایران بود و حضور پرهزینه ای هم داشت حضور بسیار بسیار پرهزینه ای داشت ایران یکی از زمین های جنگ جهانی اول بود رو نقشه که ببینیم معلومه بریتانیا در شرق همسایه ایران شرق و جنوب در هند روسیه در شمال عثمانی در غرب یعنی ایران عملا وسط جنگه اون اعلام بیطرفی بدون پشتوانه سیاسی در داخل و خارج کاری نمیتونه بکنه برای ایران شاید اگه داریم بررسی میکنیم که مثلا ایران وارد جنگ شد نشد کار خوبی کرد نکرد باید ببینیم چه تصمیمی باعث میشد که ویرانی و کشته کمتری برای ایرانیان بمونه از این جنگ حواسمون باشه این جنگی که برنده هاش رو هم خرد کرد چه برسه به بازنده هاش از این جنگ امپراتوری بریتانیا هم داغون و خسته و زخمی و بدهکار بیرون آمد افتاد تو مسیر از هم پاشیده شدن امپراتوری بریتانیا تازه این برنده است تکلیف آلمان و هابسبورگ و عثمانی و روسیه که دیگه معلومه هیچ کدوم اینا حکومتاشون دوام نیاورد بعد از جنگ همه عوض شدن حالا میشه تصور کرد اگه ایران مشارکتش در این جنگ فعال بود با اون بنیه و اون وضعیت و اینا چی, چی میشد؟ این بنظرم بر همینی که سوالیه که با اطلاعات بهتر و با دید یه مقدار وسیعتر جای فکر و بحث زیادی داره. ایران البته خب بیرون از جنگ هم نبود از اون نقشه که معلومه نمیتونه بیرون جنگ باشه به دلیل موقعیت جغرافی و وضع سیاسی چیزهای دیگری هم بود که ایران رو میکشید وسط جنگ هم چیزهای دیگری بود که توجه و اهمیت به موقعیت و نقش ایران در جنگ میداد هم چیزهای دیگه بود که دوست داشتن باهاش ایران رو بکشن توی جنگ مثل اسلام دین یه چیزی بود که میخواستن ایران رو باهاش بکشن تو جنگ چطوری آلمانا گفتیم که به ایران از نظر فرهنگی خور نزدیک شده بودن اینا این در مقابل نزدیکی فرهنگیشون به عثمانی تقریبا هیچه از اواخر قرن 19 آلمانا سعی کردن به عثمانی نزدیک بشن و رابطه رو قوی کنن حالا میگم آلمانا در واقع دو طرفه هم بود یه گروهی در عثمانی هم این کارو میخواستن بکنن از چند نظر اتفاق طبیعی هم هست عثمانی امپراتوری که یادمون باشه 600 سال بود اون موقع داشت حکومت میکرد و ما میگیم عثمانی گای فکر میکنیم خود ترکیه است دیگه ترکیه است مثلا یکم بزرگتر عثمانی داشت حکومت میکرد بر باقیمانده امپراتوری بیزانس دو تا قلب داشت بیزانس دو تا جای مهم و عثمانی هم داشت بهش حکومت میکرد یکی بالکان بود یکی آناتولی بود حواسمون باشه درسته که ترکیه بعدا وارثش شده ولی همش نباید به آناتولی و به ترکیه فکر بکنیم به آسیای صغیر فکر کنیم یه پایه مهم امپراتوری در همه عمرش بالکان بود و شرق اروپا بود یعنی عثمانی بالکان هم هست ترکیه هم هست خاورمیانه هم هست حالا خاورمیانهش هم باز توجه گاهی کمتر میکنیم که همه اون چیزی که بعدا میشه فلسطین و اسرائیل و لبنان و سوریه و عراق و حجاز و اینا همه توی عثمانیه امپراتوری بزرگ و قدیمی با کلی مسلمان آلمان هم مشتاقه که به عثمانی وصل بشه یه مقدار توی ویدیو جنگ, جنگ جهانی اول جنگ آلمان و انگلیس درباره این صحبت کردیم ولی یه نشونه این که مشتاقه اینه که قیصر آلمان همون قیصر آلمان که به این شاه میگفت نیا برلین دیدن من که انگلیس یه وقت نگران نشه همین آدم میشه خودش میره استانبول به ملاقات سلطان عبدالحمید دوم استانبول میره از همونجا دمشق میره اورشلیم میره خیلی میاد در آغوش اسلام اصلا میگه من همین الانی که مسلمان بشم از محبت شما تو روزنامه های اروپایی هم میخوره مسخرش میکنن که حاجی ویلهلم شده و اینا شده و آلمان تلاش داره میکنه از قبل از جنگ از چند دهه قبل از جنگ که به عثمانی نزدیک بشه از جمله برای اون پروژه راه آهنی که میخوان بسازن برلین به بغداد برلین به بغداد اگه بشه بعدا مثلا به بصره بیان پایین به خلیج فارس وصل بشن و به دلایل دیگه هم اینو داره آلمان همین که یه فاز اینو داره که خب شما میخوایم با قدرت استعماری قدیمی به جنگیم دیگه توی عثمانی خیلی هستن که از این استعمارگران در عذابن چه اینایی که در خاورمیانه هستند در شمال آفریقا هستند و ما اگه بتونیم یک حال ضد استعماری به اینا بدیم این عملا میشه مبارزه با دشمنانمون چه اگه بتونیم در هند جنبش ضد استعماری برپا کنیم چه بتونیم بین مسلمون ها و عرب ها این،, این حس رو ایجاد بکنیم چون اینا هم توی خاک عثمانی هستن ولی خب کنترلش عثمان عثمانی خود رو اینا از دست داده همون موقع فرانسه و انگلیس نفوذشون توی این منطقه زیاده حالا ما توی این ویدیو صحبت آلمان رو میکنیم یه خورده به انگلیس اشاره میکنیم کانال دروازه تاریخ ویدیویی با همین موضوع درست کردن یه خورده اونجا درباره فرانسه یه خورده بیشتر صحبت کردن اونم پیشنهاد میکنم برای از این ببینید اونم ویدیو خیلی خوبیه خلاصه میان به آلمانا میان شروع میکنن توی عثمانی به مسلمان ها گفتن که بیاین شما جهاد دارین دیگه جهادتون ولی تدافعیه بیاین این جهاد رو بکنید تهاجمی با جهاد تهاجمی امت اسلام میتونید این استعمارگره رو بندازین بیرون و این حرفا به گوش عثمانی مسلمان نشین پیرمرد بیمار اروپا خوش میاد به عثمانی میگفتن پیرمرد بیمار و اروپا به خاطر اینکه سنش زیاد بود و خیلی وقت خیلی وقت بود که خیلی منتظر افتادنش بودن البته قبلا تا لب افتادن رفته بود و برگشته بود معلوم نبود که حتما حالا بیفته ولی به هر حال خیلی بودن که منتظر بودن که یه تکونی بخوره و عثمانی بریزه و بتونن این ماترکش رو بردارن جاشون رو در دنیای بعد از عثمانی سفت کنن تو این سرزمینهای وسیعی که دست عثمانی بوده تو خود عثمانی هم هستن کسایی که فکر میکنن راه این که ما نجات بدیم امپراتوریمون رو اینه که همین حکم جهاد و غیرت اسلامی و اینا رو بگیریم پرچم کنیم بریم باهاش جلو وزیر جنگ عثمانی به آلمانا میگفتش که ما حکم جهاد شما بیاین با ما متحد بشیم ما یه حکم جهادی میاریم و مسلمون ها از هند و بلوچستان و افغانستان و ایران و آفریقا همه به فرمان خلیفه میریزن سر کفار روس و انگلیس سلطان عثمانی هم حالا درسته که یال و کوپال قرنهای اوجشو نداره ولی به هر حال خلیفه پیغمبر اسمش در رسم و جایگاهی که داره و اینا کسیه بر خودش قیصر قدرت جدید اروپا داره میاد بهش میگه که بیاین متحد ما بشین ما میایم کمکتون میکنیم کمکتون میکنیم یعنی چی؟ یعنی قیصر قدرت جدید اروپا میخواد بیاد بشه حافظ جان 300 میلیون نفر مسلمانی که خیلیاشون زیر ظلم استعمار کفر هستن پیشنهاد واسه همین واسه عثمانی هم وسوسه کننده است برای امت اسلام هم یک صدای امید بخشیه خلاصه کمک میکنه که آلمان ها جای پاشون در ذهن مسلمون ها سفت بشه که ما با همیم علیه استعمار این رابطه امت اسلام و آلمان رو داشته باشین این مقدمه شده دیگه چون بعدا از این زیاد میشنویم و میبینیم در ادامه قرن بیستم هم حتی تا زمان آلمان نازی هم ولی این ریشهش رو یه خورده داشته باشیم که از کجا داره میاد و ریشه در چه دشمن مشترکی داره توی ایران البته اینطوری با تظاهرات مذهبی اینا وارد نشدن ولی همین نزدیکی قیصر به مسلمونا روی یه بخشی از جامعه ایران اثر گذاشت یه خورده دلشون رو نرم کرد به آلمانا امیدی نداشتن آلمانا که مثلا حکم جهادی که از سلطان عثمانی بگیرن شاه ایران رو تکون بده ولی و درستم بود که امیدی نداشتن شاه ایران اینطوری قرار نبود تکون بخوره ولی گفتن شاید بشه رو جامعه اثری گذاشت و تونستن این کارو بکنن یک جمعیت اسلامی درست کردن و رفتن سراغ علمای نجف و کربلا فتوا گرفتن و یه پروپاگاندای گسترده ای شروع کردن شایعه انداختن که مثلا ویلهلم رفته مکه بعد مردم هم زمینه داشتن اینا هم شناخته بودن مردم و دیده بودن اهل شریعت مثلا ببینن یکی موش بوره اسمش هم مثلا اسم خیلی اسلامی اروپاییه بعد میره یه اظهار احترامی بکنه به مناسبت دینی خیلی شاد میشن خیلی خوشحال میشن یه کارمند کنسولگری آلمان رفت روزه تبریز نشست اونجا و مثلا یه اشکی ریخت و اینا گفتن وای آلمانی مسلمون شده دیگه خبر پخش کردن ملای روی منبر برای پیروزی آلمان ها در جنگ دعا میکرد که اینا متحد اسلامن و در بخش هایی از جامعه ایران یه همدلی به آلمان ها درست شد ولی کم بود یعنی اون چیزی که انتظارش رو داشتن اولش نشد که حالا جامعه ای ایران به پا میخیزه جامعه اسلامی میرن و با افغانستان و مسلمونای های هند و پاکستان حالا پاکستان که همون هند و اینا میرن مثلا یه زحمتی برای بریتانیا درست میکنن نه جامعه از این خبرا شد نه حتی خود آخوندا خیلی استقبالی کردن اون شور جهاد اسلامی خلاصه در ایران نگرفت در عثمانی ولی گرفت یعنی بیشتر گرفت هم اونجا شدیدتر بود هم مؤثرتر بود هم خلیفه و مسلمین و اینا بودن هم بعضی از ترکان جوان the young Turks اینا هم همدل بودن به آلمان ها اینا یانگ ترکس ترکان جوان میدین گروه اپوزیسیون امپراتوری عثمانی بودن چند دهه حالا فراز و نشیب و اینا داشتن ولی اپوزیسیون تحول خواهی بودن که متنوع هم بودن توشون دموکرات بود لیبرال بود سکولار بود داروینیست های اجتماعی بودن پادشاهی خواه مشروط خواه بود ملیگرا بود حتی همشون ترک هم نبودن خلاصه اینا و اینا کسایی بودن که تونسته بودن دستاوردن داشته باشن پادشاهی رو در عثمانی مشروطه کرده بودن عثمانی پارلمان داشت دوباره در دهه های آخر عمرش ولی خلاصه اینا هم بعضیشون نقش داشتن هم در این جوه اسلامی دادن هم در کشوندن عثمانی به سمت آلمان ها و کشوندن مسلمون ها به سمت آلمان ها. درباره ایران گفتیم که ایران به آلمان تمایل داره آلمان هم زمینه هایی برای نزدیک شدن به ایران داره ولی درباره تمایل آلمان چیزی نگفتیم هنوز قبلا گفتیم قرن 19 و قرنهای گذشته که آلمان خیلی تمایلی نشون نمیداد که با ایران رابطه بگیره مخصوصا قرن 19 نمیخواست انگلیس رو بترسونه بجز این چیزی هم نمیدید در ایران که جذبش کنه و مثلا به ریسکش بیارزه الان ولی خب اوضاع داشت عوض میشد. وقتی گفتیم که جنگ اول 600 تا ماشین داشتن بعدش هم چند ده هزار تا ماشین داشتن موتور و هواپیما و کشتی و اینا یعنی چی؟ یعنی نفت دیگه جنگ جهانی اول جنگی که با اسب شروع شد ولی با تانک تموم شد با هواپیما تموم شد و توی همچین جنگی بازیگر جدیدی معلفه تازه ای به دنیا به جهو دنیا اضافه شد و مهم شد که مهم موند تا آخر قرن بیستم همچنان مهم و جنگ افروز موند نفت جنگ اول اولین جنگیه که حالا در طول جنگ اهمیت نفت بیشتر و بیشتر میشه با درایت پسنگر تاریخی میشه گفت اولین جنگیه که در واقع یه جایی به بعد حداقل سر نفته دنیا صنعتی شده بخشی از دنیا صنعتی شده انرژی این صنعت باید از نفت بیاد انرژی جنگ هم باید از نفت بیاد همین نفتم کم کم ایران رو برای آلمان هم مهم میکنه نه فقط به خاطر اینکه آلمان خودش رو بتونه به نفت ایران برسونه چقدر این ممکن هست نیست اصلا صحبت این نیست نفت دیگه فقط منبع انرژی نیست نفت برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک نظامی، پالایشگاه آبادان الان دیگه جای مهمیه نفت ایران تکیهگاه مهمیه برای انگلیس در طول جنگ مخصوصا در نیمه دوم جنگ اهمیت ایران در این جنگ اول از موقعیتش بود در همسایگی دشمنان آلمان در همسایگی روسیه تزاری و نگین تاج امپراتوری بریتانیا بعد نفت بود برای همین هم انگلستان میخواد یک خط دفاعی درست بکنه در برابر آلمان ها و منتحدینشون در خاک عثمانی انگلیس میاد نیرو میاره بسره هدفش اینه که بین و نهره این رو کنترلش رو سریع بگیره دستش روسام هم از شمال و غرب ایران مستقر هستن اونا هم بیان وصل بشن اینجا بشه دیوار دفاعی در برابر عثمانی و آلمان که اینا نه به آسیای مرکزی و آسیای شرقی و هند و اینا بتونن برن نه اصلا بتونن به, خورا... به خوزستان نزدیک بشن به ایران بتونن نزدیک بشن وقتی میگیم نیرو میاره بسره بسره 60 کیلومتری پالاشگاه آبادانه دیگه و همون چیزی که باعث میشه اینجا برای انگلیس مهم باشه دسترسیش به نفت و محافظت از هند باعث میشه آلمان بهش چشم داشته باشه قطع دسترسی انگلیس به نفت و پیدا کردن راهی برای حمله به هند و راه حمله به هند هم مثل همیشه تاریخ از ایرانه از ایرانه و افغانستانه و اون تنگه خیبر همون مسیری که اسکندر ازش حمله کرد همون مسیری که سلطان محمود قزنوی همون مسیری که نادرشاه افشار همون مسیری که تیمور لنگ و همون مسیری که ناپلون صد سال پیشش بهش فکر کرده بود آلمان هم فکر کردن که خب یا از همین مسیر ایران برن برسن به افغانستان یا اگر این خیلی دیگه بلند پروازانه است اونطوری که سازمان اطلاعاتی آلمان برنامه ریزی میکرد به کمک یه سری شرقشناسان و باستانشناسان آلمانی و اینها برای بریتانیا مزاحمت ایجاد کنن در خاور میانه کمک کنن ایران از دست روسیه و بریتانیا آزاد بشه نهایتا بتونن زمین سازی کنن برای انقلاب هند و برانداختن رژیم استعماری و خلاصه یک ضربه اساسی و شاید تمام کننده زدن به امپراتوری بریتانیا توی هر دوتای این طرحها چه از اینجا بریم به هند چه در هند ناآرامی ایجاد بکنیم ایران یک پلی بود برای آلمان ها به سمت شرق منتها جایگاهش همین جایگاه پل بود نفت رو چیکار کنیم نفت رو ببینیم چطوری میتونیم خرابکاری بکنیم در پالایشگاه آبادان ببینیم چطوری میتونیم کارون رو ببندیم ببینیم چطوری میتونیم مزاحمتی اونجا ایجاد کنیم که انگلیس نتونه اونقدری که میخواد نفت ببره این میشه که آلمان یک سری کار داره در ایران باید یه مقدار کار بکنه آلمانی که تا اون روز رابطه سیاسی چندانی با ایران نداشته رابطه فرهنگی داره گفتیم یه رابطه محدود اقتصادی داره و حالا میخواد بیاد تو ایران علیه دو کشوری عملیات بکنه که ایران رو خیلی بهتر و خیلی بیشتر میشناسند روسیه و انگلیس سالهاست که اینجان همسایه هم هستن ولی بله خب طرحهای آلمان هم بزرگه تو نقشه بزرگ آلمان هم طرحهای مهمی هم هستن همین طرح افغانستان و طرح کارون مشکلات آلمان در ایران ولی بیشتر از فقط ناآشنایی بود یه مسئله دیگه متحد آلمان ها در منطقه بود امپراتوری عثمانی ایرانیا علاقه به همکاری گروهی از ایرانی ها حداقل چه رجال و سیاستمداران چه مردم ایران احتمالا علاقه به همکاری با آلمان ها پیدا کرده بودند ولی با عثمانی نمیخواستن متحد بشن با آلمان میخواستن کار کنن حالا درست آلمانی آلمان با عثمانی متحد شده ولی این دلیل نمیشه که ایران همون میلی رو که برای همکاری با آلمان داره داشته با عثمانی هم داشته باشه اصلا نداره برای همین وقتی هم که مذاکره دارن میکنن میگن اگه طرح و برنامه هست آلمان باید اجرا بکنه نه عثمانی و این مشکل سازه به خاطر اینکه آلمان دوره آلمان نه در ایران نیرو داره نه به منطقه اشراف داره نه دسترسی داره خارج از مسیر عثمانی و ایران به عثمانی اعتماد نداره سابقه یه رابطه ایران و عثمانی نشون میده که عثمانی چشم داشته سرزمینی داره به ایران یعنی دنبال گسترش قلمرو خودش در خاک ایران و این یه چیزیه که آلمانا طول میکشه بفهمنش آلمانا میگن ما و عثمانی نداره که شما از ما سلاح میخواید ما میگیم برین از عثمانی بگیریم نیروی نظامی میخواید ما میگیم نیروی نظامی عثمانی بیاد کمک کنه ایران نمیخواد که با دست خودش نیروی نظامی عثمانی رو بیاره اسکر عثمانی رو بیاره توی, توی ایران و این خیلی طول میکشه تا ایران بتونه آلمانها رو هم به این جنبندی برسونه خلاصه این خیلی به جایی نمیرسه اون برنامه های دیگرشون هم لازمش اینه که آلمانی هایی بیان ایران آلمانی هایی باید بیان ایران چه حالا در جنوب عملیات کنند چه برن به سمت افغانستان از کجا بریم آلمانی بیاریم ایران گفتم بریم ببینیم اینایی که قبلا رفتن ایران و قبلا کار کردن و اینا توی اینا کیو پیدا میکنیم اینا هم بیشتر آدم های تاجر و یا نماینده شرکت های بازرگانی و اینا بودن اصلا کار سیاسی نکرده بودن انقدی مشکل دارن آلمانا واسه نیرو گرفتن برای این پروژه یه لیست 50 نفری اول درست میکنن بعد میبینن 7 تاشون بیشتر فارسی بلد نیستن کاری با اینا نمیشه از پیش بود خلاصه هر چی دارن جمع میکنن میشه 15 نفر از تاجر و کارمند کنسولی و اینا که اینا را میفتن از برلین برن استانبول با عثمانی هم فکری کنن و طرح و برنامه بریزن و بیان ایران مسئولشون هم یه آقاییه که برای ما اسم آشنایی حالا یا باید بشه یا امیدوارم که بعد از این ویدیو بشه آقایی به نام ویلهلم واسموس واسموس معروف هم هست به لورنس آلمانی یا به لورنس ایران لورنس آف پرشیا مثل اون لورنس آف عربیال، لورنس عربستان این لورنس آف پرشیا لورنس ایران خیلی هم داستان جالبی داره این بزرگوار این دیپلمات بود یا حالا جاسوس بود به یک معنی و داستان زندگیش با ایران گره خورد در طول جنگ یه زمانی چند صد هزار دلار نوشته بود یه جایی که بریتانیا جایزه گذاشته بود واسه این گرفتن این. تو جنگ بود و چند بار گرفتنش و بعد از جنگ آخرش برگشت دوباره ایرانی مدت بوشهر کشاورزی میکرد و اینا ولی قبل از جنگ اولین بار پنج سال قبل از جنگ آمده بود ایران به عنوان کارمند وزارت خارجه آلمان کارمند کنسولگری رفته بود بوشهر رفته بود که جای پای آلمان ها رو در کشتی ایرانی در خلیج فارس محکم کنه یه مدت اونجا بود و رفت ماداگاسکار و دوباره برگشت بوشهر و این دفعه فارسی یاد گرفت و فرهنگ ایرانی و آداب و رسوم اشایر رو با خانهای اشایر منطقه دوست شد و مخصوصا با اشایر منطقه تنگستان و دشتستان ایشون اسمش بعدا در ماجرای رئیسالی دلواری و دلیران تنگستان و اینها مطرح میشه دوباره فارسی حرف میزد میگن با لحجه دشتستانی دل میداد به دل این خانها به بدگویی از انگلیس بعد خب بوشهر بود و شیراز میرفت و اینجا بود و شبکه سازی میکرد و اینا تا یه ما قبل از اینکه جنگ شروع میفرستنش قاهره قاهره است که دیگه آلمان با بریتانیا اعلام جنگ میکنه قاهره براش جای مناسبی نیست میره برلین وقتی میرسه برلین وقتی که آلمان ها و ترکا دارن روی این طرح افغانستان کار میکنن دنبال آدمی میگردن که ایران بوده و ایران بلده و اینا این رو صدا میکنن یعنی میگن آقا ببین طرح ما اینه ببین شدنیه میشه نمیشه چیه برنامه گفت طرحتون چیه؟ گفتن که ما از خلیفه حکم جهاد میگیریم و امت اسلام از افغانستان و مسلمون های هند و اینا رو میخوایم بشورونیم علیه امپراتوری بریتانیا میگه بله آقا طرح که عالی شدنی ایرانی میان مردم ایران هم فضای ضد روس و انگلیس ایران رو آشنا شده بود دیده بود مردم تنفری دارن از اینها گفته بود که بله ایرانی میان من ایرانم که بودم یکی رو باهاش آشنا شدم اونم به تیم اضاف کنین چون شیراز بود من حدس میزنم میگه اضاف کنیم میگه اینم اضافه کنیم به تیم یک گزارش مکتوبی قرار میشه که بده یک گزارش پرشوری مینویسه اون آلمانی رو هم که میگه باستان شناسی بود و او. اینها اونم به تیم اضافه میکنن واقعا جالبه به برنامه های آلمان ها تو این دوره که نگاه میکنیم نقش گزارشی که واسموس نوشته بود براشون مهمه برجسته است فارغ از اینکه حالا اطلاعات چقدر اطلاعات درست و غلطی بوده چیزی که این گزارش بهشون میگه اینه که مثلا آلمان ها باید برن از اشایر ایران کمک بگیرن و این میشه یه چیز مهمی در برنامه های آلمان ها میگه کمک مالی و کمک نظامی لازمه ولی از نظر روحی روانی کار روال ایرانیا هستن هم جاندارمری ایران ضد روسه هم فرمانده هاش که سوئدیان تمایلی به روس ها ندارن خود اشایر هم رابطشون با انگلیس ها عموما خوب نیست جو جامعه هم علیه روسیه و انگلیسه و میشه این رو تشدید هم کرد و برای بیرون رفتن اینا از ایران فشار هم آورد حرفایی که واقعا به نظر حرفای غلطی نمیاد منتها چند تا فرض بزرگ داره که اینا غلطن و همین فرض های غلط هم باعث میشن نهایتا نقشه ها اونطوری که اینا میخوان پیش نره یکیش اینه که قدرت اشایر رو خیلی دست بالا میگیره توان نظامی اینا رو دست بالا میگیره یکی دیگه هم اینه که همون اشتباهی رو میکنه که آلمانی های قبلی کرده بودن که مراجع شیعه مثلا در کربلا اگه حکم جهاد بدن حالا خلیفه عثمانی هم بده دیگه شیعه و سنی میریزن همه رو سر انگلیس ها. این خب ورودی اشتباهی بود و البته این تنها کسی نبود که ورودی اشتباه میداد آقای تقیزاده هم که مشاوره میداد به وزارت خارجه آلمان ایشون هم دید اشتباهی از شرایط ایران داده بود به برلین ترک های جوان هم ایده هایی که دارن میدن ایده هایی که حالا بعدا ما میدونیم دیگه اینا ایده هایی که واقعی نیست شرایط واقعی جامعه نیست فرق از این که اصلا خودشون چقدر میدونستن شرایط واقعی جامعه یعنی چی اصلا ما شاید داریم واقعا با نتیجه قضاوت میکنیم یعنی بر اساس نتیجه برمیاریم نگاه میکنیم میگیم که خب درکشون درست نبود و اینا نهایتا ولی با همین برآوردها و گزارش ها آلمان ها تصمیم نهایی رو دیگه میگیرن و میرن استانبول مداقه آخر با عثمانی ها بکنن و نتیجه قایی رو بذارن کف دست بریتانیا با عثمانی باید سر چی مذاکره بکنن سر اجرای عملیات چون که عملیات بالاخره تو خاک ایران باید بشه و ایرانی هم گفتن که ما سلاح از عثمانی نمیگیریم سلاح رو خود آلمان ها باید بیاره آلمان چطوری باید سلاح برسونه به ایران؟ آلمان باید سلاح رو از رومانی به بلغارستان و به عثمانی برسونه تا برسونه به ایران و این مسیر مسیر راحتی نیست راه باز و همواری نیست یک مسئله بالکان سر راهش مسیر بالکان باز نیست به قول چیزی که اون موقع میگفتن مسیر بالکان هنوز یه مقدار میتونن اسلحه بیارن ولی نه اونقدی که لازمه حتی ایران سیستم تلگراف درست حسابی نداره آلمانیا چند تا بیسیم و دکل و اینا باید بار بزنن بیارن اینا رو به عنوان تجهیزات سیرک انگار بار میزنن که تو رومانی گیر میفته پادشاه رومانی میمیره این وسط پستشون میخوابه محموله میمونه سر مرز بعد میان نگاه میکنن رومانیا میگن آقا این که تابلو دکل ارتباطیه مصادرهش میکنن خیلی به گرفتاری میخونن تا آلمان ها مثلا بتونن دو تا سه تا محموله برسونن موفق نیست پروژه هم نیست که حالا بگیم اولویتش هم خیلی براشون بالا بوده موفق نیست خیلی کند و تأخیری و اینا داره پیش میره آلمان هم این بر دنیا رو بلد نیستن میخوام به حبیب الله خان افغانستان مثلا یک نزدیک بشن که اون بهشون کمک کنه و اینا یک نامه و نشانی میخوان براش بفرستن که نشانی بالاتر از نشانی باشه که انگلیس ها بهش دادن بعد میخوان تو نامه مثلا هم تعارفات شرقی رو رعایت کنن هم از اون طرف قدرت قیصر بهش نشون بدن نمیتونن نشان عقاب میخوان براش بفرستن بعد میگن چطوری بفرستیم تو راه دراز اینطوری این پولی نشه کلی بحث سر جزئیات و کلیات و اینا میکنن مسیرش نامشخصه انقدر طول میکشه که هر کدوم از اعضای آلمانی این هیئت دیگه واسه خودشون یه طرح و برنامه جدایی میچینند را میفتن جدا جدا سمت ایران ترک میرن سراغ برنامه خودشون که اصلا ایده پان ترکیسم اون تاش میرسن اینجایی که میرن می، می، نیرو میریزن تو ایران دیگه میان ارومیه رو میگیرن و کرمانشاه رو میگیرن و تبریز رو میگیرن و همدان رو میگیرن و اول میگن ما اومدیم روسا رو بیرون کنیم بعدا دیگه میگن ما اومدیم اومدیم دیگه که دقیقا همون چیزیه که ایرانی ها ازش واهمه داشتن و به خاطرش نمیخواستن با عثمانی همکاری نظامی بکنن ولی گفتیم چندتا آلمانی هم افتادن ایران اینا چی شدن؟ اینا پنج ماهی تو راه بودن رفتن استانبول از اونجا رفتن حلب از اونجا رفتن بغداد که بیان ایران پنج ماه تو راهن خیلی ناامید کننده دارن پیشرفت میکنن و میگن علت اینم که خوب داریم پیش نمیریم اینه که مثلا عثمانی کنده یا رهبری عملیات در برلین ضعیفه به ما توجه نمیکنن ما خودمون مدیریت کارو بگیریم دستمون خوب پیش میریم مدیریت کارو بگیریم دستمون یعنی چی یعنی اون واسموس از اینا اصلا جدا میشه خودش راسن میره بوشهر میگه من اونجا آشنا دارم با کمک اشایر ایران انگلیس و روسیه روسیه رو بیرون میکنیم کی میرسه به ایران وقتی میرسه که روسیه و انگلستان اون وسط ایران رو هم که قبلا منطقه بی طرف قرار بود بمونه اونم بین خودشون یواشکی تقسیم کردن تقسیم کردن دیگه الان این ور جنوب ایران هم افتاده دست انگلیس و این بابا رو میگیرن در دسفول یا در بهبهان میگیرنش و میبرنش بندر ریگ و دوبار میگیرنش در میره میگیرنش در میره متا خب همراهش کل کاغذ و اسناد و اینا هست که همه عملیات رو توضیح میده که اینا افغانستان میخوان کجا برن کیو میخوان ببینن اعلامی هایی که به زبان در برای زبان های هندی نوشته که اونجا برن پخش کنن که ظلم انگلیس چنین چنانه همه اینا باهاش همه لو میره اینا لو میره ولی خود واسموس بعد از یکی دو بار گرفتن در میره در میکن در میره همونجا بین کازرون و شیراز و دشتستان و اینا هست عملا تا آخرای جنگ تا بهار 1918 اونجا هست در اون دوره پرتنش آدم خیلی اثرگذاری میشه در ایران در برنامه ریزی و ساماندهی نیروها در جنوب و مشورت دادن به رؤسای ایل و مدتها با ایلها زندگی میکنه اونجا که مثلا با انگلیس ها چطور تا کنن و اینها و همین جا هم بود که دیگه بهش گفتن لورنس ایرانی مثل اون لورنس عربستان که رفته بود بین عرب ها زندگی و کار میکرد ایشون هم اینجا بود از فرهنگ و مدل زندگی و خلق و خوی جامعه میزبانش اثر گرفت میگن شاهنامه میخوند که خودش شاهنامه میخوند که اشایر رو تهیج بکنه و آدم چیزی هم شد گفتم به ایران برگشت به خاطر این برگشت که به اینا قولایی داده بود قول پولایی داده بود که نتونست پولاشو از دولت و آلمان بگیره برگشت در بوشهر کشاورزی بکنه که مثلا بتونه پول اشایری رو که قرض گرفته بود ازشون پس بده که البته نتونست بجز اشایر البته با دیگرانی هم مرتبط میشه مثلا با آخوندهایی هم مرتبط میشه یا با حزب دموکرات مرتبط میشه که طرفداران آلمان بودن سیاست مدارای ایرانی نزدیک به آلمان بودن اینطوری بگی و با جاندارمری با جاندارمری هم نزدیک میشه و سعی میکنه به کمک رابطهش با همین اشایر و جاندارمری و اینها انگلیسی ها رو از منطقه بیرون کنه چون اشایر هم با انگلیس ها اختلاف دارن از جمله مثلا سر راه ها مشکل دارن قبل از اینکه انگلیس ها در جنوب ایران مسلط بشن راه ها دست اشایره امنیتش دست اشایره ناامنیش هم دست اشایره کاروانی میخواد رد بشه مسیر مثلا بوشهر تا شیراز و اصطلاحا باید اینا بگیرن حالا انگلیس اومده داره از مسیر بوشهر شیراز برای تجارت و حمل و نقل خودش و اینا استفاده میکنه زیاد پیش میاد که با اشایر درگیر بشه یه مشکل دیگه ای که با اشایر دارن اینه که انگلیسی ها معامله با جزایر جنوب خلیج فارس رو محدود کردن درآمد اشایر کم شده اینطوری خلاصه اینا دلایلی که اشایر با انگلیس ها مشکل پیدا کردن واسموس در مذاکره با اینا میبینی که چیزی که اشایر میخوان چیز خیلی پیچیده ای نیست یه مقدار فشنگ میخوان یه مقدار سلاح میخوان و پول میخوان و اگر اینا رو و اینا میخوان که اگر که اینا رو گرفتن با انگلیس ها درگیر شدن دولت ایران به عنوان شورشی تعقیبشون کرد اینا بتونن پناه ببرن به سفارت آلمان آلمان ها گفته خب فشنگ و پول و اینا مشکلی نیست راه بالکان که باز بشه ما میرسونیم ولی اون که برین سفارت آلمان پناه بر اینا این یه خورده دور از احتیاطه حداقل از نظر آلمان هایی که در برلین نشسته بودن این یه خورده زیادی بود آماده نبودن براش سفیر جدید آلمان هم وقتی که رسید ایران و این وضع رو دید یه ارزیابی کرد از وضعیت گفتش که هیجانات ضد انگلیسی اینجا زیاده ولی حسابی نمیشه خیلی روش باز کرد نه تشکیلاتی هست نه سازماندهی هست ما هم که اینجا امکان پشتیبانی نداریم تا راه بالکان باز بشه ما باید خیلی دست به اسا حرکت کنیم که سیاستیه که احتمالا سیاست درستی بود ولی نه با ایده ها و کارهای این نیروهای عملیاتی که در ایران داشتن هم خانی داشت نه با سیاست ها و برنامه های همپیمان های آلمان در عثمانی عملیاتی هم که قرار بود در ایران یا از ایران انجام بشه خیلی به جایی نرسید. یه سری خرابکاری آلمان ها تو خط لوله این مسجد سلیمان کردن که بعد خسارت این رو هم انگلیسی ها از ایران میخواستن ایران هم میکوف شرایط جنگی بوده و فورس ماژور بوده. و اینجا شما اینجا کرده بودین میدان جنگ و خلاصه دعوای حقوقی شد یه خودش رو تو ویدیوی قسمت اول نفت گفتیم. ولی نشون میده که بخشی از اون طرح اجرایی شد ولی واقعا نه در اون سطحی که دنبالش بودن اون برنامه هدیه و نامه به امیر افغانستان و اینا اونم خیلی خوب پیش نرفت از این ورم واسموس رو گرفته بودن لو رفته بود اسم و افتاده بود دست انگلیسی ها اینایی که قرار بود برن مسیر رو عوض کردن به جایی که از کرمانشاه برن همدان و برن تهران و بعد برن خراسان و کابل گفتن بیایم بریم اسفهان ناین تبس کوهک بشروی کوهک از دل کویر با یه وضعیتی رفتن خودشون رسوندن هرات و از اونجا رفتن کابل و یک سال اینا تو راه بودن یک سال کل جنگ چهار سال بود یک سال اینا تو راه بودن رسیدن پیش امیر در کابل ولی نتونستن رازیش کنن که علیه انگلیس کاری بکن چند تا خلاصه کار ریز دیگه هم آلمان ها در این دوره کردن خرابکاری توی اصفهان و کاشان و یه شورشی این بر بر به پا کردن و یکی بری کرمان یه کارایی بکنه و ولی امکانات ارتباطی هم ضعیف بود اون کرمانی که رفته بود کرمان تای بومبست گیری کرده بود نمیتونست خبر بده به جایی نه چیزی کارا پراکنده میمونه و چیزی از توش خیلی در نمیاد در بهترین حالت مثل کارهای واسموس مثلا یه مزاحمت موقتی برای انگلیسی ها درست میکنه که اونم میگم واسموس مستقل کار میکرد دیگه نه از برلین اجازه میگرفت نه با تهران کاری داشت خودش برای خودش کار میکرد ولی همین مزاحمت های ریز و درشت بعضیاش تبدیل میشد به درگیری های نسبتا بزرگی مثل ماجرای تنگستان و بوشه ماجراش اینجا شروع شد که انگلیسی ها چهار تا کشتی بودن در ساحل بوشهر نیرو خالی کردند بوشهر رو اشغال کردند تنگستانی ها چند بار زدن به پاسگاه های انگلیسی ها در بوشهر و اطرافش رئیس علی دلواری در یکی از این حمله ها کشته شد خبر رسید به شیراز ژاندارمری شیراز جو متشنج شد فرمانده ژاندارمری شیراز یاور علی خان پسیان خبردار شد و گروهی از افسران ژاندارمری فارس با اعضای حزب دموکرات اینا متحد شدن و کمیته حافظین استقلال کمیته ملی حراست از استقلال از ایران استقلال ایران رو درست کردن معلوم هست هدفشون چیه از استقلال ایران حفاظت کنن یعنی انگلیسی ها رو از فارس و اگر بتونن از ایران بیرون کنن توی برنامه ریزی این کمیته هم آلمان ها هستن همونطور که کنار رئیس علی دلواری هم بودن و آخرش هم این کمیته استقلال به کمک کنسول آلمان کودتایی میکنن در شیراز در نوامبر 1915 چند تا تلگراف هم کنسول میزنه به واسموس که اون موقع تنگستان بوده که بیا کمک و ما تو شیراز لازم داریم و این حرفا و اینا ولی آخرش میزنن رئیس بانک شاهی رو در شیراز میگیرن سیمای تلگراف هم قطع میکنن که نه تهران بفهمه که شیراز کودتا شده ژاندارمری قدرت رو گرفته بخواد نیرو بفرسته نه تو شیراز خبر برسه که کابینه مستوفی و ممالک افتاده کابینه مصطفی چرا افتاده به خاطر اینکه مصطفی شروع کرده بود با آلمانا مذاکره کردن و دیگه زیرابشو زدن انگلیسیا زیرابشو زدن فرمان فرما رو آوردن نخست وزیر کردن و نخست وزیر جدید صدر اعظم جدید دستور انحلال ژاندارمری رو هم داده که اگر این خبر میرسید به شیراز خب این و پشت ژاندارمری خالی میشد و حزب دموکرات و اتحادی که درست شد رو اینا ضعیف میشد خبر به شیراز نمیرسه چون تلگراف ها قطعه. شیراز دو هفته جنگ و سنگروندی و ایناست بین طرفداران انگلیس نزدیکان انگلیس ها و کمیته استقلال آخرش ژاندارمری و استقلال ها و اینا هستن که موفق میشن واسموس هم از, تنگ، از, تنگستان میاد به شیراز ژاندارمری کنترل اوزار رو میگیره دستش ولی بعد یه خود دچار اختلاف میشن در واقع پول کم میارن دچار کم و کسر مالی میشن چه کنیم چه نکنیم یا دستور میری که برن به بانک شاهی بزنن و از اونجا پول بیارن برای بودجه خودشون دموکرات مخالف هستن این میشه خلاصه اختلاف و خبر اختلاف پخش میشه و نهایتا راه باز میشه که انگلیس ها برگردن برمیگردن و یاورغلی هم خودکشی میکنه این داستان مهمی برای من شخصا هم داستان مهمی دوست دارم بیشتر دربارش بدونم اگر که منبع معتبری یا جزئیات بیشتری دربارش میدونید لطفا کامنت بگذارید که منم بتونم دنبالش کنم ولی اینو گفتیم از جمله به خاطر اینکه یه نمونه مناسبه این از همون عملیاتیه که واسموس میخواست انجام بده اینو که نگاه کنیم وضعیت واقعی ایران خود نشون میده عملیات خیلی شبیه به اون برنامه هایی که واسموس داشت و دلایل موفق نشدنش هم خیلی نزدیک به همون دلایلی که به خاطرش سفیر آلمان خیلی محافظه کارانه رفتار میکرد و مخالف بود که عملیات بزرگ ضد روس و انگلیس اینجا شروع بشه میگفت نه مهماتی نه نیروی نظامی نه پولی ما میتونیم از آلمان اینجا بیاریم بر همین اینجا نمیتونیم الان کاری بکنیم خود واسموس هم البته به همینجا میرسه پول لازم داره شروع میکنه از رؤسای اشایر پول گرفتن پول میگیره وسیقه یه سری سند از طرف دولت آلمان به اینا میده که همینا بعدا براش دردسر میشه بعد از جنگ دولت آلمان زیر بار این بدهیان نمیره یه وامی نهایت بهش میدن که واسه اینکه اون وام رو پس بده پا میشه میاد شروع میکنه بوشه کشاورزی کردن که اینجا هم کم میاره و دست از پا دراستر برمیگرده آلمان و نهایتاً فقیر و تنها میمیره در آلمان واسموس البته داستانش اینجای جنگ تموم نمیشه یعنی بعد از این پامون تموم شدن داستان شیراز هنوز ایران هست و میره و میاد و میگیرنش و زخمی میشه و فرار میکنه و پناه میبره به اشایه رو قصهشو برای این گفتیم به خاطر که ما معمولا تاریخ که میخونیم قصه تهران و پایتخت رو میخونیم و خیلی به نظرم لازمه که از آدمایی که کمتر معروفن هم بشنویم از آدمایی که خارج از مرکزم هستن یه مقدار بشنویم ببینیم که چه خبر بوده چون میدان نبرد خیلی وقتا جای دیگه است ولی البته قلب سیاست در تهران میزنه و تصمیمات مهم در تهران گرفته میشه مثل این تصمیم که موزه ایران در جنگ چی باشه تصمیمی که خب نخست وزیر توش درگیره شاه توش درگیره کسی که گفتیم سفیر آلمان شده آمده ایران آمده ایران میره پیش مستوفی که ایران رو وارد جنگ بکنه تضمین بده که ایران که وارد جنگ با روسیه و انگلیس میشه و ایران هم رسیده به اینجا که میگه که خب ما میایم ولی ما کمک میخوایم میگه چه کمکی میخوایم میگه اولا که هزینه و مخارج جنگ رو شما باید بدی بجز اونم ما ماهی دو میلیون مارک برای مخارج غیرنظامی خودمون میخوایم یک پیمان اتحاد ده ساله هم میخوایم یک وام یک میلیون مارکی هم میخوایم یه تضمینی هم میخوایم که بعد از جنگ در پیمان صلحی که میخواد بسته بشه اشاره بشه که بدهی هایی که ایران به روسیه و انگلیس داره یا اونا میگن ایران به روسیه و انگلیس داره اینا دیگه صاف میشه طبیعتا آلمان با این شرایط نمیتونه موافقت بکنه مذاکرات ادامه پیدا میکنه چون مصطفی با آلمان ها مذاکره کرده زیرا بهشو میزنن انگلیس ها کله پا میشه ارتش روسیه هم را میفته به سمت تهران حواسمون باشه جبهه جنگ از یک طرف اتحاد آلمان و عثمانیه از یک طرف اتحاد انگلیس و روسیه توی ایران در غرب ایران جبهه جنگ بین عثمانی و روسیه است همونایی که چند قرن پیش هم داشتن در هم سر همین مناطق به اضافه قفقاز با هم و با ایران می‌جنگیدن در تاریخ صفویه و افشاریه و زندیه و اینا همه اینا این داستان اینا رو دیدیم حالا هم دارن با بهانه جدید و جنگ جهانی و اینا دوباره همون داستان همیشگی خودشون رو جلو میبرن از جمله در آذربایجان که اول حالا اول اول روسیه توش بود بعد عثمانی گرفته بودش بعد روسیه دوباره کم کم نیرو ریخت نه تنها عثمانی رو از مرزهای ایران هل داد بیرون بلکه ریز ریز شروع کرد آمد به سمت تهران یک ارتش تازه نفسی هم از دریا آورد انزلی پیاده کرد اینا هم تا قزوین آمدن دیگه شروع میکنن رفتن به سمت تهران دو حزب اصلی مشروط خواه مجلس سوم اعتدالیون و دموکرات ها اینا دیگه در این لحظه احساس خطر زیاد میکنن و کمیته دفاع ملی تشکیل میدن این یه کمیته که نماینده های از مجلس توش هستن آدم های خارج از مجلس هم هستن از سیاسیون و روشنفکرا و روزنامه و اینا هم توش هستن در واقع اینطوری که مجلس دیده تهران داره سقوط میکنه روسا دارن میان تهران رو بگیرن تا هشتگرد آمدن نیروی نظامی هم نیست که جلوشون وایسه و پایتخت بیفته دیگه چیزی نمیمونه که جنبندیشونه میشه که بهتر پایتخت رو منتقل کنیم یعنی مجلس بره در کجا تشکیل بشه مثلا در اسفهان تشکیل بشه دولت و کابینه و وزرا همه برن اسفهان شاه هم از تهران خارج بشه بر اسفهان اینطوری اگر هم روزها بیان تهرانو رو بگیرن پایتخت رو نگرفتن سقوط نکردیم هنوز ما هستیم در اسفهان تشکیل دولت میدیم و برای مقابله با روزها برنامه میچینیم احمد هم با این ایده موافقه عثمانی و آلمان هم که میبینن روسا دارن میان اونا هم پشت این ایده میان هم سفیر آلمان میاد هم اون آلمانیایی که تلاش کرده بودن این کمیته درست بشه و بین دموکرات ها و اعتدالیون اتحادی درست بشه و اینها بعد راه میفتن ایران از تهران خارج بشن سفیر عثمانی و سفیر آلمان هم اصلا همراهشون میان. خیلی روزهای عجیبیه واقعا برای ایران من همش به خودم یادآوری میکنم که من چطوری فکر میکنم جنگ جهانی ایران جنگ جهانی اول در ایران خیلی اتفاقی نیفتاد خیلی روزهای عجیبی 15 نوامبر 1915 هفت صبح احمدشاه به جاندارمری دستور آماده باش میده که شاه میخواد از تهران بره قم و بعدش هم از قم به اسفهان پنج روز قبل از این بود که یاورقولی پسیان در شیراز کودتا کرده بود اوضاع آشوب رو شما ببینید همون موقع ملک و بهار مقاله نوشت روزنامه نوشت دشمن حمله کرد بعد اعتراض کردن که نه چطور شما اینو نوشت و اینا شماره بعدی مقاله نوشت دوست هم حمله کرد بعد به خاطر همین روزنامهش رو بستن بهار خودش تبعید شد به مشهد در یک التهابی کشور که درسته آلمان ها جای پای خودشون رو یه مقدار محکم کردن ولی انقدری کنترل ندارن که بتونن بگن ایران با ماست و ما میخوایم اینجا مثلا یک جبهه جدیدی برای جنگ باز بکنیم میفهمن که این کارو نمیتونن بکنن ایرانی هم از این ور درسته که تو شهرها استقبال کردن از آلمانیا درسته که ژاندارمری همراهی میکنه با آلمانا ولی شک دارن یه مقدار همین که تا حالا از حرفا و قول و های آلمان چیزی عملی نشده همین که این همراهی عثمانی با آلمان بیشتر از اینکه وزنه رو براشون سنگین کنه در ایران باعث بدبینی شده ولی به هر حال این دموکرات ها حرکت میکنن حضور دارن در کرمانشاه و در همدان و حتی تا کرمان و یزد و البته اصفهان و اینا حضورشون قویه باز همینم هم قرار میشه که اینا برن اصفهان یه گروهی از مهاجران را میفتند به سمت قوم یه گروهی جلوتر رفتن منتظرن که شاه بیاد و چند ساعت بعد دولت مصطفی و اطلاعی رسمی میده اعلام میکنه که پایتخت داره جابجا میشه روسا حمله کردن به تهران شاه آزادی عمل نداره حیاهویی میشه در تهران برای بدرقه شاه و در قوم و اسفهان برای استقبال از شاه سفیرای روس و انگلیس میرن پیش احمد شاه که شما از تهران خارج نشد میگن که اگر شما بمونی ما تضمین میدیم که روسا تهران نیان حالا فقط هم این سفیران نیستن دیگه یه گروهی از سیاست مدارا هم هستن که اون طرفی صلاح سلاح رو در همراهی با روس و انگلیس میبینن و اینا در طول روز انقدر فشار میارن و وعد وعید و این حرفا نه شب احمد میگه که ما موقتا در تهران میمونیم فشار رو ایران ولی زیاد میشه دو روز بعد قیصر آلمان از ایران میخواد که بپیونده به قوای مرکز متحد آلمان بشه روسیه از این ور دوباره میاد میگه شما اگه بمونین با ما بمونید در تهران نپیوندین به آلمان ما همون قرارداد 1907 رو لغو میکنیم قرارداد تقسیم ایران رو در حالی که یه قرارداد بعدش بستن ایران رو کامل تقسیم کردن و ایران خبری از اون قرارداد قسطنطنیه نداره ولی میگه ما اونو لغوش میکنیم اختلافهای مرزی قفقاز رو حل و فصلش میکنیم عرس بشه مرز انگلیس میگه ما ایران رو در خلیج فارس به رسمیت میشناسیم اختلافهای مرزی سیستان و بلوچستان رو حلش میکنیم قرض هایی رو که به ایران داده بودیم میبخشیم کمک مالی میکنیم به ایران بخش هایی از عثمانی رو بعد از جنگ جفتشون میگن میدیم به شما میگن کربلا و نجف و عتبات و اینا رو میدیم به ایران استقلال سیاسی و اقتصادی ایران رو بهش احترام میذاریم خلاصه یه وعده های اینطوری میدن و میگن که شما تو تهران بمونید این نیروهایی که تا ینگ امام ساواش بلاغ اومدن اینا رو برمیگردونیم برمیگردونیم برن قذبی احمد شاه نواتا میپذیره این رو میپذیره و حاضر میشه که بمونه تهران منتها کار جالبی که میکنه و به نظر من کار هوشمندانه ایه اینه که همه ای تخم مرغاشو نمیذاره توی سبد انگلیس و روسیه هزار وعده اینا معلوم نیست چیش وفا بکنه چیش نکنه تکلیف جنگم معلوم نیست چی بشه خودش میمونه ولی به اونهایی که رفتن نمیگه برگردن اونام علیه شاه خروج نکردن که تحت فرمان احمد شاهن یه جوری انگار با تایید شاه دارن کار میکنن دیگه تعییدی که البته چون فشار روسی و انگلیس هست علنی نیست موضع ایران همچنان بیطرفی جنگ آمده توی مرزهای ایران الان آلمان از این ور میکشه روسیه از این ور میکشه دولت ایران به هیچ کدوم نه نمیگه یک کارایی میکنه که انگلیس و روسیه رو راضی میکنه یک کارایی میکنه که همراه با آلمان ها مثل چی مثل اینکه یه گروهی از رجال از تهران خارج میشن که آدمای وزینی هم توشون هستن از ملک و بهار و عارف قزوینی و میرزاده اشقی و مدرس و تواتبایی و نظام و سلطنه مافی و اینا و رضا علی دیوان بیگی و که کسی که خاطرات مهاجرت هم نوشته و اینا با سفیر آلمان و اولش سفیر عثمانی و اینا را میفتند میرن میگن ما در تهران امنیت نداریم اینا را میفتند میرن البته به اصفهان نمیرسن اسفهان جای امنی براشون نیست فشار میاد روسا میان جلوشون در میان راهشون هی کج میشه میرن به سمت غرب هی قربتر قربتر نهایتا میرن کرمانشاه میرسن به کرمانشاه جایی که عثمانی متحد آلمان کنترل بیشتری روش داره امید دارن که نیروی نظامی عثمانی اونجا کمکشون بکنه بتونن جلوی روسا وایسن حمایت جاندامری رو هم دارن ولی خب جاندامری زورش کمتر از اینه که جلوی ارتش روسیه بتونه وایسه ژاندارمری همدان هم فرماندهی داره که اون موقع البته هنوز کلونل نشده یاوره ولی ما به اسم کلنل میشناسیمش کلونل محمد تقیخان پسیان برادرزاده همون یاور علی قلی خان همون که در شیراز با انگلیس ها درگیر شده بود ایشون در همدان جلوی روس و انگلیس داره مبارزه میکنه و فضای همدان و کرمانشاه رو برای اینها ناامن میکنه یک سخنرانی پرشوری میکنه کلونل در همدان برای قزاقای تعدادی از قزاقا لباس در میارن میان سمت جاندا... و فضا خلاصه واسه فعالیت نیروهای طرفدار آلمان و دموکراتا و این کمیته دفاع ملی و اینها امتر میشه اینطوری میشه که کمیته دفاع ملی و بقیه مهاجرها در کرمانشاه مستقر میشن اونجا دولت موقت ملی تشکیل میشه پس چی شد شاه در تهرانه یک جمعی از سیاست مدارها در کرمانشاه دولتی درست میکنن که علیه شاه نیست اعلام وفاداری میکنه به شاه و در خط آلمانه دولت اینا البته عمر طولانی نداره روسیه فشار رو بیشتر میکنه اینا بیشتر حل داده میشن به قرب انقدری که دیگه نهایتا از مرزم خارج میشن و بسره و بغداد و بعدم استانبول بین نیروهای ژاندارمری هم چنان این جو آلمان دوستی و ضدیت با انگلیس و روس زیاده که وقتی اینا میرن گروهی از فرمانده های ایرانی ژاندارمری میبینن ایران دیگه کاری از دستشون بر نمیاد میرن استانبول شروع میکنن بر ارتش عثمانی جنگیدن یه تعداد کمیشون حتی میرن به ارتش آلمان میپیوندن کلونل محمد تقیقان میشه اولین خلبان نظامی ایران در جنگ جهانی اول در ارتش آلمان میبینید دوباره من برای بار دوم یا سوم میگم جنگ جهانی اولی که فکر میکردم من در ایران خیلی خبری نبوده و ایران تقریبا ازش بیرون بوده این همه در ایران جریان داشت تازه ما تمرکز اون رو داریم میذاریم رابطه ایران و آلمان در جنگ برای اینکه یادمون بیاد کجای تاریخیم همزمان که این مذاکره ها و کمیته دموکرات و دولت موقت ملی و اینا هست چه اتفاق دیگه ای داره میفته همون موقع سایکس و پیکو نشستن دارن برای زمین های قرب ایران بعد از جنگ نقشه میکشن. اگر بردیم یا وقتی بردیم با عثمانی چه کنیم؟ نقشه ای که از توش بعدا عراق در میاد و فلسطین و اسرائیل و روسیه و لبنان و عربستان و اردن و همون وقتی این دوره که سران قبایل حجاز دارن مذاکره میکنن با انگلیس که شورش کنن علیه عثمانی که بعدش حکومت های سرزمین های عربی رو بگیرن همین مذاکراتی که بعدش از دلش عربستان سعودی میشه و اردن هاشمی میشه و عراق و سوریه به اینا میرسن و مخصوصا که دیگه از 1916 انگلیسی ها در بین و نهره عثمانی رو کامل شکست میدن اون خیزش های عربی رو هم که میخوان تا حدی میتونن درست بکنن و دیگه بعدش بغداد هم میگیرن و اورشلیم هم میگیرن و بعدش هم موسل و کرکوک و دیگه دستشون خیالشون از دسترسی به خوزستان ایران و محافظت از هند تا حد زیادی راحت میشه و همه اینایی که داریم میگیم در غرب آسیایی که فکر میکردم در طول این جنگ خیلی خبری توش نبوده جنگ بیشترش در اروپا بوده و بین فرانسه و آلمان بوده و در ها بوده و نبرد وردون بوده و اینطوری نیست وضع این طرف دنیا هم خیلی آشفته است بعد اینجوری که به این آشفته بازار نگاه کنیم این ماجرای دولت موقت ملی یه معنی دیگر هم پیدا میکنه ایران در اشغاله و خیلی بعید نیست که این اشغال بعد از جنگم ادامه پیدا بکنه برای همینه که یه گروهی از سیاستمدارای ایران صلاح رو در این میبینن که یه دولت موقتی درست بشه حتی اگه اینا نتونن در ایران بمونن که اگر ایران در اشغال موند اینا بتونن خارج از مرزها تشکیلاتی درست کنند، ادعایی بکنن برای حاکمیت بر ایران که شاید یه امیدی باشه که بتونن پس بگیرن کشور رو این ایده خارج از ایران هم حامی های قدرتمندی داره تقیزاده در برلین کمیته تبعیدی درست کرده بود کمیته میلیون ایران و آلمان با حمایت ملی آلمان ها ایناش هم مجله کاوه در می آوردن در طول جنگ حال و هوای سیاسی داشت اخبار جنگ می گفت روحیه آلمان دوستی تقویت می کرد بین ایرانی ها حالا بعد از جنگ مجله کاوه جنبه فرهنگیش بیشتر شد و خیلی موزگیری سیاسی و اینها توش نداشت ولی قبل از جنگ و قبل از تمام شدن جنگ وضعیتش این بود توی خاطراتش تغییزاده میگه ایرانی ها آلمان رو مثل داوود نبی میدیدن که آمده نجاتشون بده برای همین ما همه برای آلمان سینه میزدیم ارتباطی باش نداشتیم ولی طرفدار اونها بودیم حالا ارتباطی نداشتیم که هزینه های مجله رو میدادن هزینه زندگی بخشی از این اعضای کمیته میلیون رو هم آلمان ها میدادن و مجله کابه هم تنها مجله نبود البته مجله های فرهنگی فارسی دیگه هم در آلمان بعدا منتشر شد در سالها و دهه های بعد بیشترشون تحت تأثیر کابه حالا اینا مربوط میشه به ماجراهای بعد از جنگ جهانی اول و اینا ولی منظور این که این ماجرا حتی با پایان جنگ تمام نشد رابطه ایران و آلمان و آلمان دوستی ایرانی ها بعد از پایان جنگ و شکست آلمان در جنگ پروندش بسته نشد در دل فکر در دل و طرز فکر گروهی از روشنفکران ایران و مردم ایران همچنان بود و همچنان هم زنده موند حالا سوال میتونه این باشه که این مجله ها بودن که ایرانی ها رو آلمان دوست کردند یا اینکه این مجله ها در می چون ایرانی ها آلمان دوست بودند رو من نمیدونم ولی واقعیت اون چیزی که میدونم اینه که دوره پرتحرکیه و این ایده ها و همدلی و طرفداری از آلمان ها از قبل از جنگ هست در طول جنگ هست بعد از جنگ هم هست هرچند یه چیز دیگه که میبینیم توی نوشته های اینها و نقشه ها و برنامه های سیاسی اینها اینه که از اوزا پرت هستن این ایرانی هایی که در اروپا نشسته بودن همین آقای تقیزاده که آدم کمی هم نیست همون اوائل ماجرای مهاجرین یک نامه می به وزارت خارجه آلمان که میلیون ایران نقشه انقلاب و ریختن و رهبریش هم با دولت موقتی که داریم درست میکنیم و بعد برنامه های انقلابی رو که مرحله به مرحله میگی نشون میده که تصویر آلمان ها در برلین از کجا شکل گرفته چی شده که یه همچین شکلی پیدا کرده و چقدر متأثر از فکرهای آقای تقیزاده و چقدر فکرهای ایشون از اوضاع و احوال واقعی ایران دور بوده چیزی که دیدنش برای ما الان چون یه خود میتونیم جامعه ببینیم شاید خیلی سخت نیست ولی اون موقع شاید کار راحتی هم نبوده بعدم ایران که مهمترین جبهه جنگ آلمان نیست که مخصوصا اوضاع بدتر شد اولویت ایران پایینترم اومد فرمانده ای عملیات بین النهرین آلمان مریض شد مرد اولویت ایران کمتر شد نقش عثمانی بیشتر شد یه بار دیگه هم این دولت موقت دولت موقت ملی این بار با پشتیبانی عثمانی برمیگردن تو خاک ایران و میان توی کرمانشاه میان بغداد و کرمانشاه و کابینه جدیدی و دوباره اعلام وفاداری به احمدشاه و دوباره ژاندارمری و اشایر و اینا خودشونو میرسونن به کمک اینها این بار یه خورده بیشتر هم میمونن بیمارستانی درست بکنن و مدرسه ای راه بندازن و 7-8 ماهی بر همدان و کردستان و لورستان و کرمانشاه و اینا تسلط دارن ولی دولت مرکزی ایران چه تسلطی داشت که بخواد حالا یه دولت موقت خارج از مرکز بدون نیروی نظامی و با مشکل مالی و اینا تسلط داشته باشه نه مالیات میتونه بگیره نه دفاعی از مرزاش میتونه کنه این هم قدرت نظامیش اشایرن نیروی نظامی عثمانی وقتی که عثمانی تمرکز نیروهاشو ببره جای دیگه اینا هم نمیتونن کاری بکنن همون همین هم میشه روسا پیشروی میکنن و دوباره همدان رو میگیرن و لورستان رو میگیرن و کرمانشاه رو میگیرن و وقتی که روسا پیشروی کردن و عثمانی عقب نشینی کرد دیگه دولت موقت مجبور شد از کرمانشاه بره رفت عقب رفتن از مدائن و تاق کسرا رد شدن و همونجا میرزاده عشقی اپرای رستاخیزش رو تو همین سفر از تاق کسرا که میگذشتن نوشت و بعدم دیگه رفتن استانبول ارتباطشون هم دیگه با آلمان قطع شد یه مدتی استانبول سرگردان بودن بعدن هم هر کدومشون به یک شکلی برگشتن و خودشون رسوندن به تهران این دیگه پایان رابطه ایران و آلمان بود در جنگ جهانی اول رابطه ای که رو کاغذ همینطوری که دیدیم پتانسیل داشت واقعا میتونست چیز خوبی بشه از توش در بیاد برای آلمان ها ولی در عمل چیز خاصی نشد آلمان برنامه خیلی منسجم و درستی برای ایران نداشت اون وسط هم هی با عثمانی اختلاف نظر داشتن سر ایران و اینم بینظمی و استراتژی نداشتن رو تشدید میکرد و در نتیجه فرصت همکاری هم که وجود داشت از دست رفت نه آلمان ها تونستن اونطوری که میخواستن تصمیماتشون رو دیکته کنن به حکومت ایران نه ایران واقعا توانی داشت که بتونه به آلمان کمک بکنه حتی خیلی نتونستن ایران رو به عنوان یک اهرم فشاری استفاده کنن یا مثلا روسیه و بریتانیا رو در خاک ایران خیلی مشغول نگه دارن که بتونن از فشار روی اروپا کم کنن میشه البته به سناریوهای جایگزین فکر کرد میشه فکر کرد اگر ایران به نفع روسیه و انگلیس مثلا وارد جنگ میشد چی میشد فرض محال شاید ولی شایدم نه شایدم میشه اینطوری فکر کرد و فکر کرد که آیا ممکن بود بهتر بشه نتیجه برای ایران میتونست بدتر از این بشه اصلا بهتر یعنی چی یک معنی بهتر شاید همینی که جانهای کمتری از ایرانیان گرفته بشه چون سالهای 1915 تا 1921 بسیار سالهای تلخی برای ایران و ایرانیا جنگ جهانی اول از 1914 تا 18 هر جام نگاه کنین تاریخش همینه ولی ایران که فکر میکردم تو جنگ نبوده از سه سال قبلش تا سه سال بعدش عملا درگیر پیش لرزه ها و پس لرزه های مرگبار جنگ و اشغاله روسیه 1911 است که نیرو میریزه شمال ایران رو میگیره نیروهای انگلیسی 1921 که سه سال بعد از پایان جنگی که از جنوب ایران بالاخره میرن و بعد تازه ما میگیم مثلا جنگ چند تا جمله میگیم رد میشیم واقعیتش اینه که چند بار من توی همین ویدیو گفتم استانهای غربی ایران در طول این سالها دارن مستقیم و غیر مستقیم کشته میدن در معرض هجوم و قارت و تجاوز و بعدا قحطی و مریضی های گسترده و اینا هستن هیچ پناهی هم مردم ندارن هیچ دفاعی هم نیست نه ارتشی هست نه قشون مؤثری هست هیچی نیست از این ور روس میتازه از اون ور ترک عثمانی میتازه در طول جنگ آذربایجان و همدان و کرمانشاه هشت بار دست به دست میشه بین اینا اینطوری که عباس امانت میگه هشت بار قزوین و روس میگیره بعد عثمانی میاد میگیره و همه اینا تو جنگی که توش کشور اعلام بیطرفی کرده قزوینی روی که لبه مرزم نیست دو طرف جنگ اشغالش میکنن بعد این آشفتگی جنگ و قطع شدن راهها و دولتی که نیست و توان و ساختار و تشکیلاتی که وجود نداره و اینا باعث میشه که یک قحطی گسترده در ایران درست بشه آمار تلفاتش رو دقیقا نمیدونیم ادعاهای عجیب غریب هم دورش زیاده ولی فارغ از آمارش میشه تصور کرد که قحطی چه میکنه در با چنین مملکتی که همینطوری دوچار مشکل ایران قرن 19 هم هم آخر قرن 19 هم, هم از ناکارآمدی دولت و حکومت قحطی داره نمیتونه اداره بکنه دیگه با جنگی که این همه کشورهای دیگه نیرو دارن و همینطوری هم کم بود پیش میاد عجیب نیست میشه تصور کرد که چه خواهد کرد قطعا بخشی از تقصیر قحتی، گردن نیروهای اشغالگر گردن نیروی متجاوزه و حتما بخشیش هم به خاطر بدون زیر ساخت بودن و ناتوانی دولت و حکومت ایرانه حالا در طول جنگ ایران حکومت داره شاه داره نخست وزیر داره مجلس داره ولی کاری نمیتونن بکنن دوازده بار دولت عوض میشه تو ایران تو چهار سال دیگه هر چی چهره خوشنام و بدنام قاجاری و مشروطه چی و هر کی هست یه دور میاد بالا و ایران در تمام این مدت پر از مردم مریض، بیکار، گرسنه و فقیر و همین هم هست که بعدش از هر گوشه کشور یه کسی یه پرچمی بلند میکنه داستان ایران در جنگ اول رو بگذاریم برای یه جای دیگری اینجا میخواستیم یه نگاه یه مقدار جزئی تر بکنیم به یه تیکه هایی از رابطه ایران و آلمان مخصوصا ایران و آلمان در طول جنگ جهانی اول امپراتوری آلمان با ایران قاجاری، هایی که هیچ کدومش هم دنیای بعد از جنگ رو ندیدن، بعد از جنگ رو چندان دوام نیاوردن. چند سال بعد از این جنگ، نه قاجار در ایران حکومت میکرد نه قیصر در آلمان بود، نه سلطان در عثمانی بود، نه تزار در روسیه بود. دنیا دنیای دیگری شد و ایران هم سرنوشتش متفاوت شد.